نه خاله جان به جایزی که بگه شرافت پرانی گفت جمشید پرانی صدای مگر شنید یا حاجی صاحب نازنین ما میفهم که خودت یک سخی آدم هستی و بسیار یک بچه راجو هستی و به دیگه هنرمندای نازنین ما را ما هم صدا میزنم و جمشید جان پرانی حاجی صاحب جمشید پرانی صدا بزنه که دست یکم فقیرا را بگیرین و به خصوص خانم نازنینم که اگه مرا دیدی بسیار متعادیش شدگیستم و این طرف اگه جناب و رمضان و هیچ خدای نخواسته کسی فکر بد نکنه چرا؟ عزیزای دل ما اکثریت مردم های نازنین ما که با امکانات هستن خوب ببینن اگر طفلک های شما ای رقم یک سرپایی بپوشه که نصف پنجه های پایش به زمین تکر بکنن برام خداوند یک تای مهربان سلام عرض ادب خدمت تمامی شما عزیز امید که دارای صحت کامل باشین روزخان رو به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین تا این دمه امروز باز هم مسا هر یک بری در خدمت شما عزیز قرار دارم با یکی از برنامه های دیگر مساعدت و یا هم کمک شما عزیزان را خوش آمدید میگم دوستان گفتن اونه که امشب میمونه خیلی خوب را در برنامه دارم و همچنان عزیزی که مستحق هستن او را همچنان در برنامه دارم دو مهمان ویژه دارم امشب در برنامه یکیش همکار خیلی خوبم است که همیشه دوست رفیق خواهر در کنار ما بوده و دیگرش همچنان کسی است که با شما عزیزا همیشه آهنگ خوانده و امشب ما همچنان در برنامه دعوتش کردیم یک مهمان نامش میگیرم یک دیگهش باشه بردن سپرایز و سوسن جان قند امشب در برنامه با خود دارم تنان نیستم منتظر به آقای شرافت پروانی بودیم سلام بر شما سلام بر شما خوب هستین سلامت باشین تشکر مرتون ماه مبارک رمضان چگونه آغاز کردیم با یک ماه پر از خوشی و ما دعا میکنیم که در این ماه خداوند روزه و نماز ما را به دربارش قبول بگردانه و یک دعای خاص میکنیم که خداوند با برکت این ماه مبارک رمضان سر تا سر افغانستان ما را یک صلح سراسری نصیب بگردانه میریم به طرف سفره که آماده هست و مهمان ها هم منتظر به خود هستند بفرمایید پروانی صاحب عزیز عزیزا قسمی که میبینین پروانی صاحب همچنان در برنامه دارم سوسن جان قندم امشب و مهمان برنامه دارم خاله جان همچنان مهمانم هستن امشب که عرصه شما را خیلی زیاد خوش آمدید میگم سحر جان زنده باشی سلام مجدد دارم به دوستای عزیزم و همچنان خودت سحر جان ما و خاله جان قند خود ما یک جای آمدیم و همچنان شرافت عزیز خوش شدم که همراهش هستم و خوش آمدید شرافت عزیز سلامت باشی سوسن جان عزیز زنده باشی عمرتون دراز خاله جان قند خیلی خوش آمدی به برنامه ما سلامت باشی خاله جان خوش هستم که پروان جان از نزدیک آه چقدر علاقه مندش بودین خیلی دیگه ایت خوش تشنی که مدام اموش چکر که میگوامی که میامد میگو باشه که مادر بخونه که ما خوش چاری آخ جو باور که فهیم جان اگر قم خوش بود که پروانی صاحب میاید دقیقا پروانی صاحب گاهی وقت شما فکر کردین که چقدر اطفال طرف داره شما هست به اطفال هم تا به حال کدام آهنگ خوندین نخوندین و ما ایره خودم بعضی وقتا که فکر میگنم راگومک میشم تمام آهنگای ما اطفال هم دوست دارن و بزرگا هم و اکثریت زیاد طفلک ها زیاد علاقه مندی نشان میدن که بعضی وقتا خودم ازشان سوال میگنم میگم دمه چی دیدین و حتمی از تمام موضوعات آهنگ یک سوی از زمین خوششان آمده که من میگم یرم تو هم دقصی یا لالا و بخصوص به مردم های ایراد میگم که آخ جو چری همینجوری دیگه بسیار تشکر دقایق آذان همچنان آذان محمدی همچنان نزدیک است و ما هم روزه را افطار میکنیم و یک وقفه کوتاه میگیریم عزیزا قصه های شیرین پروانی صاحب و همچنان خاله جان باقی مانده هنوز دوباره برمیگردیم عزیزا خداوند به برکت ماه مبارک رمضان به برکت این افطار نازنینه که دور هم جمع شدیم وطن ما را یک صلح سراسری و هیچ بیچاره دیگر در میدان نمانه و همگی لب باشه جب باشه قید باشه رید باشه خوش باشه خندان باشه به برکت کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشه جان نوشه که جان الله اكبر اشهد ان لا بار دیگه شما ازان را خوش آمدید میگم و پروانی صاحب همچنان در کنار ما است سوسن جان قند همچنان امشب در برنامه است با ما و خاله جان قند همچنان خاله جان قند بیار در رابطه از زندگیت به ما بگو از مشکلات بر ما بگو که در چی حالت زندگی را سپری میکنی سوسن جان قند مایکم پیش خاله جان نزدیک گو ببخشید خیر است مشکل نیست پدر از یا 5 سال میشه مرده خاله جان امیش چکه که ما کار خانه میکنه
امی افطار شما امشب ما عرض چند سال ما امشب افطار شما رو میبینی که ما یک پیاله دو خود افطار میخوریم. امی شکک میکاش رنگی میکنه، امی روز 100 روپیه 80 روپیه، امی میای کرا خانی می خرجم مصرف معنی خانی مرام کل که به فیلم چاپ کردم دیدم انت زندگی یک خوبی نمیگذره با پر غم و قصه گریان و اشتگی پای می مادر میگه روز هست برم هیچ بدرنگی نمی باشه میگه خیر از بود سر سرکا بشی که 100 روپیه 50 روپیه شام کار کنی بیاییم پیکنیک خور باز کنیم یک نان خشک ما نان گرم نمیگیریم هیچ وقت نان یخ میگیریم از بازار دانه 6 روپیه به 4 روپیه دیگه ما نمیتونه نان گرم بگیریم 10 دانه 20 دانه میگیریم خودش تو که کای خواه میرا تا دو روز سر روز میشینم میخورم امون اگه پنگ وقت زن اگه تا پول بگیر ما نه یه با دیگه خریده نمیتونه قرض کنیم که پیسه قرض داریم تفلا مبلا هر شب از خودت غذا چی میخوایم که چی باید غذا برشون دیگه؟ به مخدا که یک شب میخوایم مادر با ما گوش پخته کن، یک شب میخوایم با ما برین پخته کن، یک شب میخوایم مادر امی کل دنیا را میوه گرفته چرا با ما نمیگیری؟ میگم مادر جو پیسه ندارم به خدا معلومه که پیسه نیه که ما با شما میوه بگیریم، پیسه نیه که ما با شما موقع خوراکی بگیریم، فقط میشه که کای میره تای مارکت امی تخم مرغ کای شکسته را مثلا منو کمک میکنم میارم اون کارا انا شو من هم خلی خلی نه کم کم منو میدم میارم شو کار پخته میکنم خودش تو کای خو میخورین شیشته است خودم نون یخ شیشته است میخوریم رو برج 2000 یعنی دیدن که ما یک خانه شیشته است که کسی زندگی نمیتونه بکنه هم مجبوری و خدا معلومه بزی ماه مبارک روز هم مجبوری شیشته استیم دل ما ماه ما به یک جا شیشته باشه بالاخره دعا میکنیم خاله جان ما هم دعا میکنیم که افغانستان نازنین ما را خداوند آرام بسازه و یک صلح سراسری نصیب بگردانه که تا در افغانستان نازنین ما دیگه غریبی وجود نداشته باشه همگی یکسان باشن و همگی همه چیزشان مقبول و زیبا دسترخوانهایشان لباسهایشان و ششت خیزشان و تمام موضوعاتشان حل باشه ما ایر دعا میکنیم به پروردگار وای که اکثریت وطنداری نازنین ما که ما را میبینن ما برتان صدا میزنم امکانات در اختیارتان که است و کسایی که امروز نام خدا با حوج هستین دست فقیرها و مسکینا و بیچاره های وطن را بگیرین تا زمانی که خداوند دی وطن یک فراوانی را خودش بیاوره و از خزانه غیبی خودش وسیله اهل اسلام بکنه و از مردم ماره بله چپلکایی که واقعا تکه تکه هست و واقعا خداوند هیچ مادری را درد نشان نده و همچنان خداوند از درد و رنج همه گیره دور داشته باشه امشب خاله جان قند آقای شرافت پروانی برای خودت موادی که نیاز برای خودت از در یک ماه مبارک رمضان آرد و برنج روغن و اجناس را که گرفته از طرف آقای شرافت پروانی برای خودت است سفره که آماده شده از طرف فواد جان عزیزی هست که بنیادگذار چینل یوتیوب صدای کابل هست امشب برای خودت کمک کردن با امید از اینکه بتانیم که حداقل یک شب خودت از سفره خودت ما رنگین تر ساخته باشیم خدای دا جنانی تو نبینم بری هر قیب خو ما دوالگوی از اینه که پنج وقت نماز روزه میگیری نماز میخونیم که مدام سرفراز باشم رنگ سرخ باشم داغ جوانی خو نبینم بی درد بی غم باشم بری هر قیب خو بری سرفی افتری بری از این تین بری از این که دل ما تکر تک از دل ما خون از شما دل ما چه خبر داری انه شیش دست هم بیا خانه زندگی میکنم بیا در خدا کلان از مادر قند خاله جان قند بزرگ از خاله جان بله بله شما عشق بله بله هیچ مادر را اشکاش خداوند بر ما دیگه نشان نده پس از دیگه مقدر مادرها اشک ریختن خواهرای ما اشک ریختن برادرای ما شما همچنان غذایتان هم بگیرین نوش جان کنین آل پروانی صاحب هم در کنار خود دارم پروانی صاحب بیاین بگوین که چقدر عزیزای ما رو میبینین که در قدر مشکلات هستن و در چقدر فقر و بدبختی و مشکلات زندگی میکنن بله والا افغانستان ما خب مدت زمان بسیار جد میشه که سردوچار و بیچارگی و پریشانی و خونریزی و برادرکشی است و پریشانی در افغانستان بسیار زیاد است با اوج رسیده و به خصوص وقتی که بیرون میبراییم در هر جاده و در هر چاره که فرض مثال به وقتی با منظرت را بندی میباشه و میبینی که کیها برد صدا میزنن و چقدر شیشه های موتر چکیده میشه من انگشت که بر ازای خدا یک چیزی یک چیزی یک چیزی یک چیزی و خداوند این از کسای پرسان بکنه که امروز به حق اینمی طبقه مردم نازنین ما ظلم صورت گرفته کسایی که حق اینا را گرفته خداوند ازشان باخساز بکنه
و قنورم خداوند بگیره به میگه کابتا. ما خو یک کسی که من میگم هیچ کسی دستش دراز نباشه. به خدا در دبی رفتم برای یک شش هفت روز اونجا ما بودم. باور کنین که ما غوره بدل مون که کسی بگه که مر یک چیز برای زای خدا. و اونجا که کسی خیرات هم میطلبه و چند ما قید داره و چقدر پیسه جریمه میشه. چون کشور کشوری است که امو خود از امو رئیس امو جمهور امو کشور آنقدر فراوانی آنقدر لپ جپو مردم گرفته که هیچ کسی ضرورت نداره که دست دراز بکنه. دقیقا. اما اونجا به مردم کمک شده اینجا از مردم خورده میشه. وقتی مسکینا خورده میشه اگر نه چرا اینجا ما شما مردم پریشان ببینیم آفرین و پریشان خود ما شاییم ما که وقتی غریب خدا میبینیم طبعا ما جگرخون میشیم که از و می خاک هستیم و از و می کشور هستیم و مردم همی کشور هستیم هیچ خوش نداریم که یک نفر مرمانی صاحب عزیز با اوسویه باشه و خودش با ایسویه باشه مرمانی صاحب عزیز بر عزیزایی که میفهمیم که یک مقدار پول پیششان هست و میتونن که دیگه عزیزا را کمک کنن و من یک بار دیگه هم تشکری خواست میکنم امشب از آقای شرافت پروانی که کمک کردن این فامیل امشب در برنامه کمک کردن مستحقی که بودن واقعا عمو مستحق هم شب در برنامه کمک کردن و ضمن از کسایی که در خارج از افغانستان بسر میبرن پیام خودت امروز چی هست چی گفتنی داری برای کسایی که دستشان میرسه باید کمک کنن اونا ما چند جای دیگه همی گپ زدیم حتی ما به اکثریت رفیقا صدا زدیم که هران کسی که امروز امکانات داره اگر از امکانات خود خوب استفاده نمیکنه و دست مسکینا و فقیرا را نمیگیره میفهمی چی گفتیم گردنشان بسته و به خاطر از این گپ زدیم که سبا روز ما دنیا را رفتنی هستیم به دنیای دیگه تعلق میگیریم و پیش خداوند جوابگو باشیم که ما را هم قدر امکانات در اختیار ما قرار داده بودی از همین امکاناتی که ما را تو لایق دیده بودی اینی قش ما دهی را مصرف کردیم این قش دهی را مصرف کردیم و این قش برای تو مصرف کردیم و یک نفر هر چقدر سرمایه داشته باشه در هر رایی که مصرف بکنه یک موضوع و مگم یک رایی که باید در اون مصرف شود که هیچ بی جان نیست و بلکه او زیبایی دیگر هم به بار میاره او کدام رو از رای خدا هست که دست غریب دست مسکین دست فقیر دست بیچاره رو بگیری به هر نوع کمک بکنی پروانی صاحب عزیز امشب نه تنها امشب چند شبه که میشه که ما برنامه ثبت داریم فواد جان عزیزی بنیادگذار همین چینل یوتیوب صدای کابل هست که سفره را برای تمام عزیزای ما رنگین میسازه و مهمان های عزیز ما هم دعوت میکنیم و مستحقین هم که مستحق هستن عزیزایی که از خارج از افغانستان پول ارسال میکنن ما هم اونا را کمک میکنیم فواد جان هم امروز از طرف فواد جان من از خود تشکر میکنم که دعوت ما را پذیرفتی و به برنامه ما آمدی و همچنان خاله جان امروز شما کمک کردین سپاس سلامت باشین زنده باشین من خواهش میکنم بازم از تمام کسایی که یک مقدار میتونن کمک بکنن دست بگیرن بگیرن بله دوست عزیز زیاد داریم که کمک میکنن همیشه همکارای همیشگی ما خو خانهشان آباد و کسایی که نمیکنه وارم میگم کسایی که نمیکنن امکانات دارن گردنتان بسته امکانات دارین خیرات نمیکنین باید بکنین و کسایی که امروز دست میگیره و درای خداوند به مصرف میرسانه خداوند قدر بتدتان که هیچ جمعش کرده نتانین زنده باشین عزیزا یک وقفه کوتاه میگیرم و دوباره باز هم برمیگردیم عزیزای دل یک بار دیگه شما زن را خوش آمدید میگیم ادامه برنامه هست و نانم نوش جان کردن امید که مورد پسندتان خاله جان قند اول از شما قرار گرفته باشه چون این سفره برای تمام شما عزیزا بود خدایا که هر که جور کرده که اونا رو موفق و اولادای چراغ دیر کنه الهی امین تو سعی که چی سلطه ما جور کرده ما غریبا کی احترام کرده ای ما نمیفهمیم که امشب کجا هستیم و خدا اگه بفهمم به کجا هستم از اون صبح چرت میزنم کیسه که با ما چی سرفه جور کرده ای تا ما به سلام نخواه خورده میتا سرفه دیگه بازم خدا مهربان است مکم به در خدای خدا جان بره ان شاء الله روز برسه همیشه هم تو بخرین از جمشید جان پروانی اعظم میت شرافت پروانی جان است از یاد که دیگر کمی جگه بزنم اینا خاله جان به جای اینکه بگه شرافت پروانی گفت جمشید پروانی صدای مگر شنید یا حاجی صاحب نازنین ما میفهم که خودت یک سخی آدم هستی و بسیار یک بچه راجو هستی و با دیگه هنرمندای نازنین ما را من هم صدا میزنم و جمشید جان پروانی یا جسای جمشید پروانی صدا بزنه که دست یکم فقیرها را بگیرین
شاد و موفق باشین، خداوند برکت بندازه. اگر در ارمنیا و دولت تان انداخ در صدای تان بندازه، در پیسه تان خداوند برکت بندازه، کمک بکنین. پروانه صاحب عزیز، ما فقط همیشه گفتیم که ما یک پل ارتباطی بین مردم و بین عزیزای خود هستیم که اونا مستحقین که کمک کنن، و همیشه از چنل یوتیوب صدای کابل همیشه دوستایی که کمک کردن ما هم کمکتون هستیم که برسانیم برای عزیزای ما. خودت امروز و ما یک گفتنی به اونا دارم، یک گفتنی به شما، و به شما یک گفتنی را دارم که حق به حق تقرار بدین. یعنی همو چیزی که روان میشه براتون، امور به کسایی که نیازمند همی برنامه هستن او را برسانین، و به کسایی که کمک میکنن چنل یوتیوب صدای کابل، ما ازتان خواهش میکنم، هر وطن داریم و هر مسافر ما، هر کسی که امکانات داره میتونه دست یک فقیر، دست یک بیچاره را بگیره، کمک بکنن. بیادر همی خلاصش بگویم، یک به این دنیا صد با آخرت است، یک پاو کدی صد پاو میتدد، یک خورد کدی صد خورد میتدد، یک بوجی کدی صد بوجی میتدد، یک روپه دادی صد روپه میتدد. و تمام زیبایی دمی است که دست یک فقیر را بگیری، دست یک بیچاره را بگیری. خواهش میکنم که دست فقیرهای وطن را بگیرین، دست بیچاره های وطن را بگیرین، دست بیوه های وطن را بگیرین، دست یتیمای وطن جنگ زده که در چند سال جنگ زده شد در این وطن، و یتیم و بیوه و بیچاره زیاد داریم. و خواهش میکنم که امکانات که در اختیار دارین کمک کنین، و کسایی که کمک میکنن خانشان آباد، و کسایی که نمیکنن ما خواهش میکنم که کمک بکنن. پروانه صاحب عزیز، ببخشید که صحبتام قطع میکنم، از کدام طریق کمک کنن؟ نظر شما چی است که از طریق چینل ما کمک کنن یا از طریق کدام چینل دیگه کمک کنن؟ از شما بشنویم. خواست طریق چینل شما کمک بکنن، و هزار چینلی که حق بق تقرار بگیره امور محکم بگیرین. و اینام دیگه نه معلوم دار دیگه خدمت میکنن و کمک ها را میرسانن، تشویقشان کنین و فراموششان نکنین. صدای کابل است. بله، چنل یوتیوب صدای کابل. چنل یوتیوب صدای کابل فراموش نکنین. ان شاء الله ما براتون متری یک برنامه را میسازم، و ما میخوایم که دست فقیرا و بیچاره ها را بگیرم، و اوم با کمک شما. البته خودم چیزی که در تمام دارم او از خودم نیست، در اختیار همگی است، و ان شاء الله که یک برنامه را میسازم که ما هم بتونم دست یتیم ای کشور و از بیوی ای کشور، از عاجز و مسکین و غریب و بیچاره شه، ما هم بتانم از طریق شما و مردم های نازنین ما که مرا هم حمایت بکنین، ما هم میگیرم و اینا رو حمایت بکنین. زنده باشین، قربانتان، بسیار زود تشکر. یکانه صحبتی که از پروانه صاحب عزیز خیلی زیاد از ذوق خوش دارن، همی که میگن لب باشین، جب باشین، بیا که امروز همی رو هم بشنویم از پروانه صاحب. خب کسایی که ما رو تشویق میکنن و برنامه شما رو تشویق میکنن، ما برشان میگم که هم اگه تان لب باشین، جب باشین، تایت باشین، رایت باشین، یه نمه تو خوش و خندان هم در غزه جانه سوسن جان. سوسن جان، امشب از خود همچنان خیلی زیاد تشکر میکنم بابت از اینکه خانه عزیزای ما میرین، دوستای ما میرین، و خودت هم زحمت میکشی، خانهاشان هم میبینی. بسیار تشکر میکنم از خودت هم امشب در برنامه هستی. سلامت باشی، زنده باشی سحر جان قند. وظیفه ما هست، وظیفه که همیشه بر ما سپرده میشه، باید ما او را انجام بدیم و خداوند از ما راضی باشه. بسیار زیاد خوش میباشم که همچون برنامه بر ما داده شده و که ما این برنامه را پیش میبرم، و همچون فامیل های عزیز کمک میکنیم، و مثل خودت که سفره خیلی عالی برشان آماده ساختی و اینجا آمدن، واقعا زیاد خوش هستم. انشالله که بتانم که دل همچون فامیل های عزیز خوش بسازم. همی بر من همه چیز است. چی هستم مای که اگر برش بکنی؟ فهیم. فهیم جان. فهیم جان خند. چی کار میکنی؟ چی وظیفه داری؟ مکتب میری؟ نمیری؟ مکتب میرم صبح ساعت هفت جبار مکتب تا ساعت ده بجه. با ساعت ده بجه کلا بود پولیشی رو بخم میکنم با میرم بود پولیشی. بود پولیشی روزانه چقدر خودت آید داری؟ روزانه چقدر کار میکنی؟ ساعت هفتاد، دشتاد. کورس هم میره سهر جان. جان بسیار خوش، چقدر قندول نام خدا. باز روزانه هم پول باز برای کی میدی خدا؟ برو مادرم برو یک چیز بگیره، افطار یک چیز بگیرم ما بخورم به خاطر خوردن تان. در آینده بخیر میخوایی چی کاره شوی بخیر انشالله مکتب تمام کنی؟ میخوایی با اینده یک انجینیر انجینیر میشن نما خدا. بخیر انجینیر هم شوی بابا، آرزوهایت برسی تا بتانی مادر جانه کمک کنی خودت انشالله. اما تو رست دیگه بخیر؟ بله. خودت دیگه یک مرد قوی هست انشالله دیگه. بله. بر خانواده اما تو رست نی؟ بله بله. خاله جان خان، آرزوی خودت چی هست از آن؟ آرزوی ما خودمیته هست که مولادکای ما یک چیز بشه، ما بردست از اینا یک بابای رسیم، خدمت ما رو بکنم، ما پنج وقت نماز کنیم، به قضیه دعا کنیم. دیگه چی ما چی مایه خاله؟ خاله
جان خانم، کسایی که میل از خودت بیننده هستن، از اونا چی خاص داری، چی پیام داری برشون، چی گفتنی داری برشون؟ همین خواهش از اینا دارم که بیادرا می تاول مار میبینم امیت بیچاره غریب در به در صغیر دار یتیم دار، به ما یک کمک کنن که روزگار ما ممشا و ماصوب شه، روز ما شوم شه. ام بتونین کرا خانه داده بتونیم یک چیزی به مشتکای خو بگیریم، شام بشینیم، پاده نا بخوریم. ما یک چیز نمایین که به ما یک خانه شوه، یک سرا شوه، یک موتر شوه، تنامی خرج مشتکای ما بشه، روز ما شوم شه، شام ماصوب شه. حالا جان خان، امشب قسمت هر شب در خانه سفره را با تمام اولادا و یا نوش جان میکردی، امشب خدا کنه که این سفره به دلت بوده باشه و ما تونسته باشیم دو دقیقه در لبهای خودت لبخند جا داده باشیم. و یا همین میگم افتای سفره شما به ما آور کردین که ماش داغ جوانی خور شما لالا جان پروانی صاحب، اینا هم داغ جوانی خونه بینم مدام میته که موفق هستم به ستاره بلند هستم، اون رو خور بمیته ستاره بلند بشم. این به دست ما شیشه است، ما دیگه چی مردم از دور نمیبینه، ما نقزی به پیش صحبت میکنیم، ما چی بگیم میته دیگه. بسیار خوش هستیم دیگه، سلامت باشین لالا جان، قند زنده باشین. آها بریم بخیرین رساندن دیگه خانه برتون یا نرساندن؟ نه هنوز برشان تسلیم نکردیم، میخوایم خود شرافت عزیز برشان تسلیم کنم. امشب اینو در برنامه برایش تمام موادی که گرفته برای خود آرد و برنج و روغن اینا رو بر پروانه صاحب عزیز گرفتم شب در برنامه. ما هم میخوایم از شرافت عزیز بسیار زیاد تشکر کنم از اینکه همدردی کردن دوستا هم چون فامیل تشکر. از پند گرفتن. سلامت باشین، زنده باشین، عمرتان دراز. و ما یگان کارکا میکنم که اصلا کسی نمیبینه و ازید است تایید است کس خبر نمیشه، اما چون روند برنامه از این عزیزا امیر قم بود و صدای کابل و یک چیز دیگه هم معذرت میخوایم که ما در بین دو دختر خانم ششتیم و بسیار عاجزانه و غریبانه و در سفره ششتیم که دیگه خواستیم همگی یک رنگ باشیم. دقیقاً. و با معذرت و بخصوص خانم نازنینم که اگه مرا دیدی بسیار متعادی ششتگیستم و این طرف اگه جناب و رمضان و هیچ خدای نخواسته کسی فکر بد نکنه، چرا که میتونیم ما شما یک جا بشینیم و بخیزیم. انسان ها همگیشان قلبشان بکار، از دلشان بکار، از دیدگاهشان بکار است. شاد و موفق باشین. نباشین پروانی صاحب عزیز، ما همیشه به دلیل از اینکه عزیزایی که از خارج از افغانستان کمک میکنن، خاله جان قسمی که پروانی صاحب یک نکته خیلی خوب را اشاره کردن که باید از دست باید خبر نشن، اما عزیزایی که از خارج از افغانستان برای فواجان پول ارسال میکنن و فواجان باز یک پول ارتباطی ما بین خود شما میباشم که باز ما به شما کمک میکنیم، میخواهیم که اونمو را دانه دانه و حقیقت به تصویر بکشانیم که ما یک افغانی کس را ما به طرف خود پروانه صاحب عزیز نمیگیریم و دور نمیتیم و مستحق کسی که مستحق است واقعا حق به حق دارش میسپاریم. فقط این برنامه خاص به خاطر من به نظر من یک پیشنهاد دارم به کسایی که کمک میکنن. بله. اینا باید یک کاتگوری را به خود انتخاب میکردن، ما فرض مثال کسی که داخل افغانستان می کمک ها را میرسون. بله. با اونا ماش تعیین میشد و مقدارش که امکان داره میتونه یک برنامه. بله. بله بله. و فرض مثال خودت همکاری میکنی و باز اسمت فراموش میکنی، سوسن جان، سوسن جان همکاری میکنن و به شما میار وظیفوی و کارتان و پیشیتان و مقداری که به شما باید در نظر گرفته شده و شده است یا نیست در نظر گرفته شده، هیچ انسانی تخطی نمیکنه، بخصوص به حق کسایی که نیازمند هستند. و آن کسی که به حق کسایی که نیازمند است تخطی میکنه، غلطی میکنه، خداوند از ایشان سخت باغساز کنه. آمین. هر کسی هر حق کسی دیگه را میخوره، خداوند از ایشان سخت باغساز کنه. ان شاء الله الهی آمین. میرا قم ان شاء الله خواهد شد. سلامت باشین. خاله جان قند، آخرین پیام خودت هم شام، آخرین گفتنی خودت هم شام که امروز چه پیام میتی برای مردم عزیز ما؟ پیام دارم دیگه به طرف خار و غریب و بیچاره و ایرون و کمبخشی کنن که اول امید ما به خدا است، دیون به دعا است که خونه ما را میتونه کمک کنن که ما یک چیز دست ما دراز نباشه، به سر از سرکا ششته نباشیم، همیت به خانگه که خوششته باشیم، نصف نان دشته باشیم، خودش رو که خوبی ششته باشیم، بی غم و بی درد بخوریم. خدا اونا را کمک کنه که امرای ما کمک کنم. این ماه مبارک روزیه که این صرفی افتاری که داغ جوانی خونه بینم، بی غم بی درد، همیت مدام سرفراز و سربلند باشم، از جمعی انفجاری انتحاری از چیزی کل اونا را خدا نجات داریم. الهی آمین، انشاءالله در امان باشن. سرجان قند بریم بخیر. دقیقا رفتن خو میرم، اما امروز یک پیام همچنان از خودتان میداشته باشم
چشم سوسن جان قند در برنامه چون مهمان ما هستیم. آها سلامت باشین، زنده باشی سحر جان قند. اسما پیام کمیشا میخوایم به تو ما در دلم میباشه، همی که هم شرافت عزیز گفت، هم مادر جان عزیز گفت، کسایی که توانایی دارن، قدرت دارن، تجارای عزیز ما چی در داخل هستن چی در خارج هستن، اگر توانایی دارن میتونن دست همچو فامیل های عزیز بگیرن پس کمک کنن، و همچنان نمبر ما زیر نویس میشه، میتونن به این نمبر به تماس شون و میتونن به این نمبر به تماس شون و همچو فامیل های عزیز کمک کنن، ما هم برشان یک وسیله میشیم تا همون چیزی که کمک میکنن بر از اینا بدیم. عزیزای دل ما اکثریت مردم های نازنین ما که با امکانات هستن خوب ببینن، اگر طفلک های شما این رقم یک سرپایی بپوشه که نصف پنجه های پایش به زمین تکر بکنن، هیچ کسی خوش نداره، هیچ کس نداره. و من خوش میکنم که امکانات اگر در اختیار دارین درای خدا مصرف. الهی امین. او هم در هوای سرد بهترین سرمایه است. سرد که باران است، امروز باران بود، بسیار سخت. سلامت باشه. و همچنان از پروانی صاحب عزیز همچنان امشب در برنامه یک پیام می داشته باشم، و ضمن پیام تشکری خاص میکنم از خاله جان قند که امشب آمد برنامه مرا رنگین تر ساخت. سوسن جان قند خیلی زیاد تشکر میکنم، همچنان از پروانی صاحب عزیز خیلی زیاد تشکر میکنم. آخرین پیام پروانی صاحب عزیز هم شما. آخرین پیام امی است که پیام را خود گفتم رد دقیقاً. ما پیام نمیتم دیگه، دعا میکنم که خداوند این وطن ما را آرام بسازه و خداوند هی دست به هی دست احتیاج نگردانه و ما را از خزانه غیبی خودش وسیله تمام وطنداران نازنین ما را بکنه، به خصوص کسایی که نیازمند هستن، و انشالله که همگی ما را خداوند خوش و خندان داشته باشه و فردای ما که نمیفهمیم چه میشه فردای ما را زیبا داشته باشه و وسیله همگی را خداوند از خزانه خودش بکنه. بسیار تشکر میکنم عزیزایی که امیل عزب بیننده بودن، واقعا ما همچنان تشکری خاص میکنم یک بار دیگه از فواد جان عزیز که بنیادگذار چنل یوتیوب صدای کابل هستن، و یک تشکری خاص میکنم از سهیل جان و رئیس البته نگفته نمونه که از همیشه در هر برنامه یاد کردیم ازشان، امروز همچنان در برنامه یاد میکنم رئیس لکی فایف، و همچنان نگفته نمونه دوست خیلی خوب ما سهیل جان عزیز تشکر میکنم که برنامه ما را رنگین تر ساختن و جای خیلی خوب تر بر ما آماده کردن تا اینکه ما هم بتونیم خانواده عزیز اینجا دعوت کنیم، و همچنان تشکری خاص میکنم از شما عزیزایی که این لحظه بیننده هستین برنامه خودتانه. خب من تشکری خاص میکنم از فواد جان عزیزی که بنیانگذار چینل صدای کابل، یعنی چینل یوتیوب صدای کابل هستم. آزان هم از آزان محمدی همچنان هست، شما میتونید به دوتا چینل یوتیوب صدای کابل هستم، دوباره یک وقتی کوتا میگیریم از دوباره از این طریق میتونین که مردم نیازمند ما را لبشانه بگیرین، جبشانه بگیرین، تایید باشن، رید باشن، شما هم همچنان یه نمی توب هم دقیقه یا لالا. عزیزای دل دقایق خیلی برنامه هست و پروانی صاحب عزیز هم همچنان گفتیم باش که مواد هایی که گرفته تقدیم خاله جان کنه. پروانی صاحب عزیز سلامت باشی، زنده باشی. ما هم جای کار داشتم، اگر نه تا که موتر می رسید و می بودم که من خودم به دست خود به خاله جان مواد کایش تسلیم میکردم، و انشالله که مادر جان عزیز از طرف ما هم مواد کای کنج در اختیارشان قرار میتین، برگ سبز تحفه درویش، از عقیر و از فقیر از بیچاره، و ایگه کام که یک مقدارکش اینجا هست، میگه کام صدقه چم خاله جان، و باقی مانتش اونجا دموتر است، انشالله که تسلیمتان میکنن. خوش باشین، خندان باشین و صحیح و سلامت باشین، و ما هم باز دعا میکنم مرا شیر بچه دسته خداوند نظر غیبیش وسیله تانه بکنه. تشکر پروانی صاحب عزیز، قربانتان، وقت خوب و خوش براتان. السلام علیکم. خدا نگهدارتان. السلام علیکم. عزیزان دیدین که تقدیمشون کردن و ماندن موتر، گفتن که در موتر بعض برنج و آرد و روغن چیزایشون ماندگی هست که پروانی صاحب جای رفتنی بودن و عجله داشتن یک کمک، و مو خاطر گفتن که ما هم برش تقدیم کنیم، ما هم منتظر می باشیم تا ای که موتر بیایه و ما تمام چیزای خاله جان در موتر انداخته تقدیمشون کنیم. و همچنان نگفتن همونه که خاله جان همچنان تاکسی گرفتیم، خاله جان تا دانخانه باید برسانه، این مسئولیت ما هست که ما هم باید ادا کنیم. خاله جان بسیار تشکر است. خیر ببینید داغ جمعنی خونه ببینید، خدا شما را سفید بخت و سرفراز داشته باشه. خاله جان زنده باشین. از احمد محمود شاگردا این وقت بوره بردن میتونید چرا بوره بردن؟ اون زمان رو بزن میشه یک مادر داریم که نیمه رو تشمیش میگم باید قصه میکنم که یه میکنم و بعض سوالات زمان یاد ما میاد و تا در یک برنامه یادم کنم مثلا این برنامه یک مادر مرشان چرا یاد کنی بسیم برنامه یک من گفتم ما دریافت نمیکنم
به خاطر یک قطعه گفتم که یک روز من هم میتونم بسیار من شرافت کنم مثلا ندارم مرکی میشم ایس کسی من تو یک مسکین بچه بودم یک فکر بچه بودم همین چبلا پکی که توشان داد به خدا ما خوشی بود من یک کم کرمه چکوی تکه ای یا می خریدن یا لامز در بیرون آب بازارا تکه ایس برسی یک هست با خدا قسم خالا که بغلا شکر پینه بارو بودم از دست که میره پینه بودم من استاد موچی که دیمه دو بطور میدار بس از زیاده ایشی من دیگه نادیاشی آن میگفته این سپرش اما هر حالت شادم خدا من شکر جا رو جور شد کشد تر خوش که میتا خدا وی که سوارو زولاد شید میشه و کی میشه او هماره نیست خدا بخونه یک چیزی میشه که تصورش نمیکنی این روز زیادت من که روز میتا شرافتش شدم وی تو یک ملیس بود وی تو یک اومن بود و روز کسی کنون شدیم که من خودم کمک نیم انشاءالله اگه تو روز از امید از خدا مرشون داریم هیچ وقت نامید نمیشیم و چیزی که خداوند بخواید از دستی پرز نمیشیم وقتی که بخواه بکنه هیه چیز و ما شما توکل و بلا میکنیم که ما شما را اقبال ما را و عزت ما را خداوند بالا بسازد و خداوند هر چیزی که به ما نصیب میسازد بسازد از در غیبی خودش و از هزاره غیبی خودش از سر سرمایه خودش ما را و یک کسایی که ما را کمک میکنن یک دست ما را میگیرن یک قانون و اصول اسلام را بجا میسازن خداوند این وقت اینا را و در این دنیا و خود دنیا خارش را نسازن شاد و موفق باشن و همیشه امیدوار بمی باشی که آینده ما دست پروردگار است گفتم مون و مون و مون کراچی بانی که یک دیره که ما کراچی نموندیم و غریبی کردیم امروز شرافت پروانی است ما چی می فهمیم؟ شرافت پروانی جهانی که همه گیمش نسته سلام و وقت شما بخیر هر کجایی که هستین خدا کنه جور صحتمند باشین و روزهای رمضان رو بخیر سپری کنین قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده ماه رمضان ماه خدا است و در این ماه خداوند جل جلاله حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند و این ماه ماه برکت هست و خدا کنه که شما هم ما را دعا کنین و از دعایتان فراموش نشیم چون این ماه ماه پر برکت هست و دعاهای ما زودتر قبول میشه دوستان عزیز قسمی که خودتان هم می بینین ما آمدیم امروز در عمده فروشی شبیر جان باز هم دوست عزیز ما که مستحق هست و امروز باید بر از اونها بتیم بر از اونها تسلیم کنیم و شما هم ما را همراهی کنین تا لستی که ما می خوایم خریداری کنیم مواد بگیریم شبیر جان قند هستیم و بر ما لست نوشته کرده که بر ما چی گرفته سلام شبیر جان خوب هستی صحت خوب چیال داری زنده باشی سلامت باشی میشه بر ما بخونی که چی گرفتی و مجموعاً بر ما بگویی که چند شده آرد برنج خرما لوبیا بوره روغن ترشی امرای نمک که مجموعاً میشه 4000 افغانی آها 4000 که مام 4000 تا بر تسلیم کنم 1000 2000 3000 و ای هم 4000 این شبیر جان قندی هم تسلیم خودت 4000 تشکر بسیار زیاد و میشه که بله ما برام بتی بخیر ای هم لست ما دوستان عزیز ما را همراهی کنین تا پیش فامیل نیازمند بریم سلام و دوباره قسمی که میبینین خانه نیازمندی که ما گفته بودیم میاییم آمدیم و در کنارش هستم که قبلا ما سروی کرده بودیم آمده بودیم و کمک که از طرف دوست ما شده بود بر از اینا داده بودیم و باز هم امروز آمدیم پیششان اما دوستهای عزیز ما هستن که نو هستن شاید بلدیت نداشته باشن و نشناسن و ما هم میخوایم که امروز هم اون کسایی که نمیفهمن و بلدیت ندارن از زبان خاله جان قند بفهمن که خالی عزیز ما چقدر مشکل داره و زندگی را چقدر به مشکل سپری میکنه از زبان خودش میشنویم. خاله جان قند سلام خوب هستین صحت شما خوب است زنده باشین سلامت باشین تشکر زنده باشین خاله جان قند رمضان هم آمد
برای ما بگوین از مشکلاتتان، بگوین در رمضان براتون چیز خریدین نخریدین که به خاطر افطاری. ما می خانه ما رو میبینیم، ما دیگه خانه نداره، فقط می خونه است که برج 2000 از این خونه کرام بده، فقط می خونه ما بگین یک روغن دیشه به ما ببین بچگ کمک کردن کاش رنگی و تمام خانه بجو بدادم دیگه، به ما هیچ کمک نرسیده. ما خدا شکر که میشن این نانم است، این نانم است که ما میخوریم، این کار هاش تو کار ما است مارکت، یک دختره کمالی به مارکت است که اینا رو ما میاره خودی از یام زندگی میکنیم، خودی از یام میخوریم، امینا رو سر میش پخته میکنیم، شما یعنی امینا رو میخوریم؟ با خدا امینا همین روزی را که امینا رو میخوریم، امینا رو چکه پاره امینا رو میخوریم که امیتش پرده ما شوی شود جین شب ما برای نداره روز چاش افطار هم امی فقط شوی سهر هم امیتر امینا رو خرج رو پوپنک میزنه باز مجلستان نمیکنه ما دو جان چکه هم مجبوری که ما با ما مثلا که نشه مجبوریم اینا رو بخوریم به خاطر وشتگو کار مولا فهیم جان میره روز هفته دری پی هشته دری پی میاره پیکنیک گاز میشه بر کار میکنه خدا. دیگه نانوار خانه تا میاسه همین خانه است کرا خانه هم برج 2000 همال کرا خانه تالی ندادیم انیمی که کار کنه روز سردی بگفت ما که مای روز به ما کمک شه که ما کرا خانه خوب بدیم انی خرج ما خونه مشکلات ما زندگی ما برج 2000 پی کرا میدم من دخترک مامن یک دخترک است انی رفته به مارکت که گفت ما در یک ترکری چیز برو بگیر بیار که میشون پردی ما بشه گفتیم شه به ما میمان میای دیگه از مو مشکلات ما امین انی از ایرات به میجگاه کامادین دیگه کس با ما به میجگاه کمک نکده هیچ کی با ما کمک نکده نه هیچ چی با ما کمک نکده اولین کمک شما بود که فهیم جان آمد تب کردیم انه کمک شما آمده دیگه کسی با ما کمک نکده انه به زندگی ما به می دل پیش میره به می برج 2000 کرا خانه بدیم زنده ما فقط این خونه ششتی هم مرتکه گسمنده خواب استنه میکنه ما دست جبر مجبوری به خدا نانا خوش کنه افطار ما شام ما نمینا دیگه ما دیگه چیز نداریم که ما شام دیگه پخته داشته باشیم بشیم یعنی بختار امروز تام میخواستین همین چیزا بخواید افطار ما دخترک به رفیق ما با پستی بالا روان کردم گفتم اینا رو پخته کنید که شام افطار کنیم خلاص نون ما نمیدید خلاص مادر جان خان با دوستان بگین که فهیم جان چی کار میکنن؟ فهیم جان به کشرنگیه از ساعت ده به جمعه رو به بیادر به کس شما میرکت همین خیرانه شما بود که از کس دیگه از این جگاه که خلاص میشه میره به کشرنگی به کشرنگی هنی دختر اگم آمدن بطه انوالی بینید که دیگه اگه بود بیرون بود کار میکنن دیگه چی کار میکنن؟ هیچی دیگه میتونه میره مارکت یک کچلو یک جمعه تخمور نمیده چیزی که که بیاره شما پرده ما باشه گفتم برای چی نماشون نداریم آن اینه کار آباد نداشته آن اینه کار آباد نداشته از مارکت آن اینه رام اینگاه یک مسلمان داده بیزیار دانی میته گذاره و پرده مامیت پیش میکنه این دختر اگه بچه می بچه می آن میته مشکلات ما به پیسی هم شیره بیش میفهم مادر جان مشکل از شما جگر خونی نکنین خداوند مهربان است خداوند درد دل شما را میفهمه میبینه انشالله که با وسیله یک دوست ما میتونه که شما را کمک کنه و مثل که ما آمدیم میشه دوستای عزیز ما دیگه دوستای عزیز ما که توانایی کمک را دارن هم تو فامیل های عزیز بیاین کمک کنن مادر جان خود جگرخونی نکو تشویش نکو خداوند مهربان است میفهمم زیاد سخت است شما روزه با ما خدا کنه دین شما ما سحری نون چای خوردیم همین افطار که از اینا پخته که ببینیم نصفش دین شما نون چای خورد خیر باز شکریت میکنه خدا ما را بی درد داشته باشه مشکل نداره فهیم هم میره بیتر روز 100 روپیه 70 روپیه 80 روپیه بیشتر کار نمیکنه حال مای روز است من دیگه می کمک از طرف از بیادر است که مای مبارک روزیم بیزوی تارتیم به خدا معلوم نماز پیشین دیگر خوندیم علی بیزوی تارتیم که اونا رو مدام موفق داشته باشه اونا رو بی درد داشته باشه بی غم داشته باشه که اونا به ما کمک میکنم اونا از اینجا از این دولت های خارج به ما ری میکنن که ما روزگار ما تیر شه که خدا اونا رو تا زندگی کمتر رنگ سرخ و سرفراز بشه الهی امین زنده باشین مولا جان چقدر ما و دوستای دست ما کمک میکنن خوش وقت هستن که دعای شما رو میگیرن امین به ما کال معمول بیزوی تراتیم امیده که با دهن و روز هستیم ما دعا میکنیم خدا دعای ما رو مستجاب میکنه از این کاری تیم امین رو نمیکنه خدا دعای ما مستجاب میکنه خیلی مادر جان خان باز دخترکت که میره مارکت چیزا رو جمع میکنه با سمرش برخورد خراب نمیکنن زشت نمیکنن که چرا اومدی اشته میای میگه سر چیز میگه برو آخر میگیریان میکنه میگه بزوی میگم کاکا جان ما پدر نداریم امین شام ما مادر ما روزه میگیره همینا رو افطار مادر ما میکنه میگه چه دام یک دکار رفتم گفتم برو زده گفتم ما کاکا جان مادر رو روزه گرفت یک افطار رو میکنه باز یک اهنی کجا شد یک اون ما خب بده مو کته کارتن هم یک مغز رک خامر مرا بار دختر بده یک لای پلاستیک داده بده گفتم برو مادر تو روزی خوا کنه می میره به کشرنگی میگه مادر با ما میگن تو چه کشرنگی میکنی میگم من پدر ندارم که روزگار می تیشه خانه ما به سر ما میچله مادر ما مزدوری میکنه خودم مزدوری میکنه روزگار ما به سر ما میچله یا گریان کدم یا بعضی وقتا کنه میره میگه نمیرم مونده شدم چی بازم میگن انا برو که روزگار تیش چی کنی چی بخوری من تو بگو که چی بخوریم انا که خونه کرا خانه از پیکنیک گاز مایه مصرف داره کالا به مو خدا نی که کوشا فهم جان با شما نشودن دل شما جمع شه نصف چبلکش نمی باشه
نیست بیان ایبا پایش نیست شبلک نیست امرو گیریان که امودر شبلک میدارد خیر خدا مهربان است من که امودر پر یک دروا کنم و در شبلک هم بگیرم چطونی خداوند مهربان است خودش به دربار خود بتن مادر جان قند خودتان گفته بودین که کرای خانه سرتان مانده از چون ما آلا هم مانده کرای خانه ندادی دو برجه که بالی من برجه هم چند میشه دو برجه بالی ما رفت 4000 کراخونه پول برقم 500 بالی ما اومده 4500 کراخونه بالی ما رفته خلاص داریم میته دیگه تو مون نمیشه چیکار کنیم فهم چیکار بکنه چیکار علی کاری ان که برای روز پنجری به شازی به هفته دی بیاره همین شام ما پیکنیک ما گاز میشه اون اونو کار ان قرار کردن اونو یخ میخریم ان وی داد اونو یخ میخریم تو میخورم تا خلاص شه ان باکه خلاص شد باز نور دیگه خلاص بود تا باسی هم که میشه خرابم که میشه خرابم بشه مجبوریم میخوریم دیگه چیکار کنیم ما چیکار کنیم میخوریم مجبور هستیم یادم از اولادکایتان برام بگوین مادر جان کسایی که میبینن که آگاه شون چقدر دختر دارین چقدر پسر دارین همین سکوتنی همین سیران اگر کسا چهار نفر هستیم همین فهیمک دیگه کار میکنه بر شما نان میارم فهیم فقط کار میکنه میرم اگه خودم بیکار باشم بیدرد باشم خود من میرم برات کار میرم برم کار میکنم اگه نه باشم مریض باشم باز دمه گرده درد بدم دیگه ماهای روزه امسال به خدا شکر که باز امسال گرده درد نیستم باز هم میتونم که یک جا برم کالاشویی کنم روزم شو میشه باز امسال شکر را دیگه سال وقتا امسال بیتر است بشه برو خدا را شکر که خوب است مادر جان قنطاله خداوند خودش روزی رسان است کمک را که امروز بر ما کرده شرافت عزیز کرده شرافت پروانی به کابل وایس پلاس و شما هم خودتان میتونین دنبال کنین که شرافت عزیز امروز چی کمک کرده به فامیل نیازمند و باقی برنامه را میتونیم که با شرافت عزیز و سحر جان و همچنان مادر جان عزیز دنبال کنین و ببینین و همچنان مادر جان قنط اگر خودت کنم پیام داشته باشی به شرافت پروانی شاید شناخته باشی هنر منده محبوب کشور ما میدونی اگر برازو کدام گفتنی داشته باشی کامره در خدمت است لنس کامره در خدمت است امی کمک از اینو ماین که ما دوایگوی از اینو هستیم امی تیمکا ما میته بی سرپناه امی ته خانه که شیشتن خوش شما بینی زندگی ما می اسما دگی هیچ چیزی دیگه کلوخی ندانه که ما بشینیم انمی که اگه کمک به ما میکنه ما دهنه به روزه که افطار وا میکنیم بزی دوا میکنیم که مدام رو تا مدام موفق داشته باشه مدام سرفراز سربلند مدام بی درد بی غم داشته باشه انمی دوای تیمکا دعا کنیم به ماما خو که خدا او را دعا کنه چه خدا او را مدام امیت موفق و سرفراز داشته باشه شرافت جان که مدام ما بزی دواگوی باشیم به صرفی افطار بزی دوا میکنیم بس به سحر بزی دوا میکنیم به پنج وقت نماز بزی دوا میکنیم ما را او را دوا نکنیم که خدا ما را نبخشه امیت بزی که به ما کمک میکنه به ما خود رسای میکنه ما بزی دوا میکنیم مشت که کای ما هم بزی دوا میکنه بیاد راکبه خیر ببینه خدا داغ جوانی خو نبینه اون مدام امیت سرفراز داشته باشه امیت که از ما زند مامی است ببینه که نون ما خشک ما این نون ما میخوریم انی خودیم اشتگاه که خانیم این نون ما به افطار میخوریم این نون ما به سحر میخوریم ما دعای این سعی بروزی که مدام مرابط سرفراز دیشه باشه دوستای عزیز واقعا بسیار زیاد سخت است اقدر این نان سخت و قاق هست که اصلا قابل خوردن نیست بسیار مشکل است چی کنیم دیگه چاره نیست مادر جان قند شما هم امروز یا به افطاری مهمان ما هستین امرای شرافت جان و سحر جان و دوستای عزیز ما شما هم میتونین ما را دنبال کنین و برنامه ما را تعقیب کنین مادر جان قند خودت آماده هستی که بخیر کتی ما بری چون شرافت جان امروز افطاری مهمان کرده خودت همراه ما آماده هستی بلیا. که بریم بخیر بله یا میرم بیادرکای ما هستم چرا نرم ما را خواسته ما به کل میریم هیچ مشکل نداره آها سلامت باشین زنده باشین تشکر بسیار زیاد پس بریم بخیر